سلام دوستان عزیز، به قسمت 16 آموزش پروکرییت از کانال یک فکر نو خوش آمدید. در این قسمت میریم سراغ دو تا از فیچرهای باقی مانده ای که در قسمت اجاستمنت موقعیت داره آشنا بشیم. سلام، به شبکه یک فکر نو خوش آمدید. در این کانال ما شما رو به روش‌های جدید کسب درآمد از طریق اینترنت، ارزهای دیجیتال و نرم افزارهای پرکاربرد آشنا می‌کنیم. همه ویدیوهای ما به زبان فارسی و برای همه فارسی زبانهای عزیز ساخته شده. پس اگه دوست دارین با جدیدترین ها در دنیا آشنا بشید، سابسکرایب شبکه ما یادتون نره. خب مثل همیشه با درست کردن یه صفحه جدیدی کنواس شروع میکنیم. خب یکی از فیچرهایی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم فیچر لیکوفای هست. این فیچر آپشن ها و کاربرد های زیادی داره که میتونید برای نقاشی و عکساتون ازش استفاده کنید. خب من میخوام از این عکس استفاده کنم تا ببینیم چه کاربرد هایی رو میتونیم با این فیچر انجام بدیم. خب میخوام از آپشن پوش استفاده کنم و این قسمت موها رو یکمی به صورت موجی در بیارم. خب الان میخوام با استفاده از گزینه اکسپند این قسمت لبا رو یکمی بزرگتر بکنم. و همچنین میخوام یکم چشماشم بزرگتر بکنم. چون که چشماش یکم بزرگتر شد، الان میخوام از گزینه پنچ استفاده کنم که یکمی اونا رو کوچکتر نشون بده. این آپشن ها خیلی فلکسیبل هست و شما میتونید برای نقاشی ها و عکساتون از این آپشن ها استفاده کنید. اینجوری اگه نقاشی هاتون خراب شد و یا مجبور بودین که برگردین، میتونید از این آپشن ها استفاده کنید که لازم نباشه همه اون کارا رو که انجام دادین رو دوباره انجام بدید. خب یه آپشن اینجا داریم به اسم Reconstruct و از این آپشن میتونید وقتی استفاده کنید که بخواین ادیت رو که کردین رو پاک کنید. و فرق Reconstruct با Reset که اون آخر موقعیت داره اینه که Reconstruct همه ادیت ها رو پاک نمی کنه، فقط قسمتی رو که شما دوست داشته باشین و یا انتخاب کنید. و آپشن ادجاست که اینجا داریم هم برای قبل و بعد افکت هست. خب الان میخوام از این عکس استفاده کنم و میریم که از آپشن پوش استفاده کنیم. خب اینجا من فقط میخوام قسمت هایی که رفلکت شده رو تغییر بدم و یا ادیت کنم. و حالا میخوایم از این آپشن هایی که این پایین هست استفاده کنیم و تغییراتش رو اینجا ببینیم. آپشن دیگه ای که اینجا داریم آپشن Twirl Right هست و Twirl Left. با استفاده از این آپشن شما میتونید قسمتی رو که انتخاب کردین و یا اینکه با قلمتون فشار بدین رو چه به طرف راست و چپ میچرخونه. که Twirl Right برای چرخیدن به طرف راست و Twirl Left هم به طرف چپ میچرخونه. با استفاده از این آپشن میتونید با چند تا رنگ یک تکسچر قشنگ درست کنید واسه والپیپر یا هر چیز دیگه که دوست داشتین. و این هم از گزینه ادجاست که قبل و بعد ادیت رو اینجا نشون میده. و اینجا برای دوتا میخوام از آپشن کریستال استفاده کنم. همچنین میتونید از این آپشن برای بزرگ کردن و یا یک افکت قشنگ برای آتش هم استفاده کنید. خب فیچر بعدی و آخری تب اجاستمنت که میخوام در مورد صحبت کنیم فیچر کلون هست. این فیچر خیلی شبیه فیچری هست که تو فتوشاپه و شما اگه با فتوشاپ آشنایی داشته باشین خیلی خوب میتونید از این فیچر استفاده کنید. خب این فیچر هیچ آپشنی نداره، فقط یه دایره هست و شما اون دایره رو هر جایی که قرار بدین شبیه اون میتونید رو قسمت دیگه کنواس بکشید. خب الان اگه من بخوام این قسمت رفلکشن این درخت رو داشته باشم میتونم این دایره رو اینجا قرار بدم و از روی اون روی قسمتی که دوست دارم میتونم با قلم اینجوری بکشم. اینجوری فقط قسمتی که روی دایره هست اینجا کپی میشه. و
ولی حالا میخوام این قسمت رو پاک کنم و فقط از تکسچری که اونجا موقعیت داره زیر درخت استفاده کنم. این فیچر یکی از فیچرهای خیلی خوبی پروکریت هست و خیلی میتونه کار رو آسون کنه و مخصوصا برای نقاشی که مجبور نیستیم یک آبجکت رو خیلی زیاد و یا چندین بار بکشیم و میتونیم با کمترین زمان نقاشی های خیلی قشنگ بکشیم، چون مجبور نیستیم که چیزی رو که کشیدیم و دوباره تکرار کنیم. میتونیم خیلی راحت از این گزینه استفاده کنیم و قسمت هایی رو که دوست داشتیم رو کپی کنیم. خب دوستان، این بود از فیچر کلون و این یکی از فیچرهای آخری بود که در تب اجاسمن موقعیت داره و حالا با همین فیچرها آشنایی داریم که میتونیم خیلی راحت برای نقاشی هامون از این افکت ها و فیچرها استفاده کنیم. خب خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودین. اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومد لطفا لایک کنید و اگر سوال و یا پیشنهادی بود مثل همیشه تو کامنت بنویسید. خیلی ممنون.